به هر حال میگه که اصلا مردم میگن تحریم چیه چه اثری داره. خب این خیلی بی‌ربطه حتی در منطقه کارشناسی خود رژیم. مثلا دیروز فیروز همین سخنگوی وزارت خارجه ری اومده بود میگفتش که خیلی این تحریم ها ظالمانه است، شما میخواین ما رو به اصطلاح چون ما دنبال متنفسی میخواین ما رو خفه کنین فلان. خب همین حرفا رو میزد، پس این حرف چیه؟ یا اعتراض میکرد یا محکوم میکرد کشورهایی که میخوان تحریم کنن. یا یکی از متحدان بین‌المللی رژیم یعنی روسیه، خود وزیر خارجه است، اومده بود میگفت که اصلا این تحریم ها خفه کننده است برای رژیم. پس از نظر فنی و از نظر تأثیر مادی برای رژیم نمیشه گفت بی‌تأثیره، خودش هم میگه. پس چرا احمدی نژاد این حرفو میزنه؟ احمدی نژاد هم نباید حالا بالاخره اشکالات تعقلی اگر هم باشه حداقل در موضع‌گیری های سیاسی از خودش حساب شده میزنه، بی خود نمیگه. کی میخواد بگه؟ حرفش اینه که ما رو تکون نمیده، یعنی رژیم رو سرنگون نمیکنه. خلاصه حالا چیزاشو بندازیم جان، میگه که این جوهر حرف اینه. بنابراین صورت مسئله از دید ما که برای ما جدیه، و الا خب حالا یه سری بحثای فردی و کارشناسی چقدر نفت میره چقدر نفت میاد چی میشه چی نمیشه، ما اگه از این دید نگاه کنیم، من فکر میکنم که نقطه کنونیه که از نظر بین المللی روی امر تحریم رژیم تمرکز شده سابقه نداشته. البته چیزیست که مقاومت ایران از روز اول خواستارش بوده که رژیم رو در چنین موقعیتی قرار بدن، یعنی چنین تمرکز بین المللی و جهانی در ترد و تحریم این رژیم نامشروع اتفاق بیفته. بنابراین ما اگه از این زاویه نگاه بکنیم، از این نقطه نظر فلواقع، حالا شما گفتید در تله اتمی، حقیقتا رژیم در تمامیت خودش یه تله و توی یه گردابی افتاده، برای که برخلاف این ادعای ظاهری، به هر حال رژیم آخوندی، رژیم حاکم بر ایران مثل هر رژیم دیگری، حتی رژیم هایی که اصلا به نوعی قطع کردن، مثلا رژیم کره شمالی یه سری ارتباطات بین المللی نداره، البته پشتش گرمه به چین و اتصالاتی که از اون ور داره، ولی به هر حال اون رژیم ها حتی، ولی رژیم آخوندی که حالا جاش برسه بحث کن که خیلی رشته های حیاتش به حمایت های بین المللی متصل هست، بسیار متصل هست. بنابراین تأثیر هم اقتصادی یعنی به معنای فنی و فشار و خوش کردن منابع مالیش، یعنی جلوگیری از تنفس اقتصادی و مالی رژیم، تأثیر بسیار بی سابقه ای داره، چون تحریم های تا کنون هرگز اینجوری نبوده، چون اون رشته اصلی یکی نفته، یکی بانک مرکزی که این پول نفت از طریق بانک مرکزی تبادل میشه. خب رژیم هم که در داخل هیچ پایه‌ای، یعنی این حتی که احمدی نژاد میگه که تأثیر روی ما نداره ایران چجوریه، در صورتی که یک اقتصاد قوی صنعتی یا کشاورزی قوی و روی پای خود بود، میشد این افراد داد که حالا مثلا این تحریم ها کم و بیش اثر که اگر دیدن اون صورت هم الان درست نیست، ولی خب این چیزا هم که نداره، نه صنعت محکمی ساخته، نه کشاورزی روی پای خود قوی داره، واردات گندم و مایحتاج اولیه خیلی زیاده. بنابراین از نظر تنفس اقتصادی و حتی تهیه نیازهای تسلیحاتی و نظامی و اینا هم به شدت احتیاج داره، نه تنها از مجاری عادی اینا رو میخره و وارد میکنه، بلکه قاچاق بسیاری از این کالا هم میکنه در سطح بین المللی. بنابراین وقتی که پولش قطع بشه، امکانات مالیش بسته بشه، واقعا براش خفه کننده. در اونجا باید حرف اون وزیر خارجه روسیه رو باور کرد که میگه این تحریم ها خفه کننده است، میخواد اقتصاد رژیم ایران رو خفه کنه این تحریم ها. حتی اونه اون از این زاویه میگفت که نباید کرد البته، ولی به هر حال به وقت فنی هست. بنابراین من خلاصه کنم، از نظر اقتصادی، از نظر خوشکندن منابع مالی، از نظر بستن راه تنفس مالی این رژیم،
واقعا خفه کننده. یعنی تا حالا که این چیزی نبوده و اصلا هنوز اعمال نشده، آثارشو در مسئله ارز و در وضعیت داخل و به هم ریختگی های داخلی این رژیم و اینها میبینیم. بس این از این بابت. ولی من فکر میکنم همچنان که احمدی نژاد از این زاویه نگاه میکنه و ما هم گفتیم از دید مقاومت و از دید ایرانیان از همین نگاه باید نگاه کنیم، باید اینو ورای تحریم و بحث اقتصادی در ازن برد سیاسی کرد. سیاسی هم یکی یعنی ترد این رژیم از نظر بین المللی، یعنی این رژیم مشروعیت این ارتباطات رو نداره، مشروعیت این که نفت ایران رو بفروشه نداره، مشروعیت این که تبادلات مالی با جهان داشته باشه نداره. حتی میبینیم برق تحریم ها اینجوریه که مثلا آمریکا تحریم رو میذاره، میگه هر شرکتی که از چین با اینا ارتباط برقرار بکنه ما باش قطع رابطه میکنیم، و اونا اگرچه از نظر منافع اقتصادی خودشون و این کپابولایی که از تو ایران میتونن بکنن به ضررشونه، ولی مجبورن از اون زاویه چون بازار آمریکا قطع نشن خب قطع کنن یا کاهش بدن. یا میبینید که معاون وزارت خارجه آمریکا راه افتاده چین میره، کره جنوبی میره، ژاپن میره، اینور اونور میشه که اینا رو قطع کنه. بنابراین ما شاهد وقوع یک حادثه جدید هستیم و اون ترد و تحریم و قطع این رژیم از مراودات بین المللیش که حتما پیامدهای خاص به خودش هم خواهد داشت، از این بابت تحول جدیدیه، اگرچه از نظر ما دیر هنگام با تأخیر بسیار زیاد و ضرب زیادی هم داره. از اونجایی که خیلی از منافع اقتصادی، خیلی از منافع استعماری در اینجا ضرر میکنه، خب خیلی ها هم دنبال اون مماشات و اینکه این کار نشه و پیش نیاد هستن. من جلو خود دولت آمریکا که الان خودش پیش برنده این تحریم ها هم هست، تعداد زیادی به اجبار داره این کارو میکنه، به گردنش افتاده و داره میکنه و خب مجبوره بکنه و داره میکنه، چون حتی به مسئله انتخابات اشتراک داره، هم به مسئله کنگره و سنا رفت داره. شما حتما خبرها رو بسیار گفته شده این خبر که مثلا وقتی که اون لایحه تحریم ها در سنای آمریکا تصویب میشه، 100 سناتور یعنی بدون یک رأی مخالف در سنایی که اکثریتش با دموکرات های حزب خود اوباما تا 12 ساعت بحث میکنن و رد میکنن حرفای دولت رو و بعدم رأی اینجوری میدن و مجبورش میکنن به امضای چیزی که خودش اومده بود در 12 ساعت بحث میکرد که نشه. ولی بنابراین هم اثر اقتصادی و عملی و مادی بسیار زیاده، واقعا خفه کننده است و مبالغه نیست در حرف وزیر خارجه روسیه، هم از نظر سیاسی و بستن راه مماشات و طرد این رژیم و کنار گذاشتنش از خانواده ملل که خواست اولیه مقاومت ایران بوده حادثه جدیدیه. و به این اعتبار بله، در مسیر سرنگونی رژیم و در مسیر بیرون انداختن این رژیم از ایران به دست مردم ایران بسیار اثر داره، بسیار اثر داره و از این هم بسیار رژیم میترسه.